سلام و خوش آمدید در این مجموعه خبری رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم هواداران امران خان رهبر مخالف حکومت پاکستان امروز به سوی یک منطقه به شدت محافظت شده اسلام آباد راهپیمایی میکنند این در حال است که حزب تحریک انصاف امران خان اعلام کرده که پارلمان را به رسم اعتراض ترک میکند تا حکومت مجبور شود که انتخابات جدید را برگزار کند اعتراض های روان در اسلام آباد به رهبری امران خان و مولانا طاهر القادری به انداخته شدند معترضان خان استفای نواز شریف صدر اعظم پاکستانند در یک خبر دیگر در انفجار بم کنار جاده در منطقه قبایلی باجاور کم از کم شش نفر به شمول معلمان و شاگردان مکتب کشته شدند در این حادثه دو کودک سه معلم زن و یک رهگذر گشته شدند و اساس گزارش بم که از راه دور کنترل می شد موتر حامل معلمان و شاگردان مکتب را هدف قرار داد هنوز هیچ گروه مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است اردوی عراق میگوید که نیروهای عراقی و جنگجویان پیشمرگ کردی شورشیان دولت اسلامی را از ساحه بند موسل بیرون راندند اما این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است از سوی دیگر حزب کارگران کردستان اعلان کرده که جنگجویانش در کنار نیروهای کردی در برابر شورشیان دولت اسلامی می جنگن. PKK یا حزب کارگران کردستان از سالها به این طرف برای خود مختاری کردهای ترکیه مبارزه می کند. این حزب در آغاز این ما از همه کردها خواست که در برابر گروه دولت اسلامی به پاخیزند. دولت اسلامی عراق و سوریه که منطقه بزرگی را تصرف کرده دایره کنترل خود را در مناطق کردنشین نیز گسترش داده است. رئیس جمهور امریکا اجلاس خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد را درباره بررسی تهدید ترورستان خارجی در ماه آینده رهبری خواهد کرد. حکومت امریکا دیروز گفت که رئیس جمهور اوباما 14 تن از سران دیگر کشورهای عضو شورای امنیت را نیز دعوت کرده است. یالات متحده ریاست دورهی شورای امنیت سازمان ملل متحد را ماه آینده به آهاده خواهد گرفت. واشنگتن امیدوار است که شورای امنیت در مورد جنگجویان خارجی فیصله کند شورای امنیت شش جنگجوی اسلامگرای افراطی در عراق و سوریه را رو روز جمعه در فرست سیا درج کرد در پی نارامی های شب گذشته در شهر فرگستان ایالت مسیوری آمریکا پلیس بر مظاهر کنندگان از گاز اشکاور و گاز بیهوش کننده استفاده کرد یک جوان سیاپوست غیر مسلح در آغاز ماه روان در تیراندازی پلیس در شهر فرگستان کشته شد والی مسیوری دیروز قیود برگشت و گذار را در این شهر رفت کرد و سربازان گارد ملی را در جاده ها جا با جا ساخت و در قزاقستان چندین شرکت در فروش تیل قیودات وز کرده که این مسئله سبب نگرانی مردم در مورد کاهش تیل و گاز شده است این قیودات از سوی شماره از شرکت های روسی و شماره گاسپروم نیز وضع شدند. اما حکومت قزاقستان در مورد این اقدام شرکت های تلوگاس چیز نگفته است. این بود مجموعه خبری رادیو آزادی. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه انترنت ما هم دیدم. میتوانید. آزادی رادیو کام. تشکر و خدا نگهدار. رادیو آزادی رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام امواج متوسط 12.96 و 12.96 و